الله يا الله سبحان الله، الله يا الله والحمد لله، الله ولا اله الا الله، الله يا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد، وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين المسألة الخامسة عشرة في أن عدم الملكة يفتقر إلى الموضوع قال ويفتقر إلى الموضوع كافتقار ملكته أقول سخن در این بود که وجود گاهی به عنوان عام و مطلق و بدون قیده که مقابله داره با عدم به قول مطلق و بدون قید و گاهی وجود خاصه که مقیده به یک موضوعی است مانند عدم انسان و وجود انسان در مقابل هم دیگه و اونی که اصطلاحا باز معروف و مشهورتره و اینجا میفرمایند مانند علم و جهل که علم ملک است یک خصوصیت است وجودی و جهل عدم العلم اما یه موضوعی میخواد مانند انسان یا مانند مثلا فرض کنید که خلاصه موجودی که قابلیت رو داشته باشه این رو میگن عدم و ملکه موضوع میخواد علم و جهل موضوعی میخواد مانند انسان یا بینا و نابینا که نابینا رو کور هم بهش میگن بصیر یعنی بینا و اعما یعنی کور یا بصیر و لابسیر فرقی نمیکنه چه بگیم اعما چه بگیم لابسیر هر دو به یک معنا هستن خب این بینا و نابینا ملکه و عدم هستند یعنی یکی از خصوصیات یک موضوع خاصی مانند انسان و حیوانه لذا به دیوار هیچگاه نمیگیم کور و نمیگیم بینا هر کدومشو بگیم حرف غلطیه یا مثلا ما به فرشتگان هیچگاه نمیگیم که اینها متأهلند یا غیر متعهل چون در فرشتگان ازدواج وجود نداره اقول و اقول عدم الملکه لیس عدما مطلقا بل له حظ ما من الوجود عدم مطلق در مقابل وجود مطلقه و عدم مطلق هیچ بهره از وجود ندارد اون مطلقی بودن این مطلق نبودنه اما وقتی که میگیم عدم بسر و بینایی یا عدم علم که مساویست با جهل اینها یک بهره از وجود هم دارند چرا؟ چون که در موضوعی مانند انسان گفته میشوند که بهره ای از وجود داره عدم الملکه لیس عدما مطلقا بل له حظ ما من الوجود بلکه بهره اندکی از وجود دارد و یفتقر الی الموضوع کفتقار الملکت الی و عدم ملکه هم نیاز موضوعی دارد همانطور که ملکه نیاز داشت همانطور که علم و عالم بودن نیاز موضوعی مانند انسان داره جاهل و نادان بودن هم در مورد مثلا انسان گفته میشه نه در مورد همه اشیا حتی دیوار فانه فا عباره عن عدم شيء عن شيء آخر مع امکان اتصاف الموضوع بذلك الشيء زیرا عدم الملکه عبارت است از نبودن چیزی مانند علم و بینایی از چیزی دیگر مانند انسان و حیوان مع امکان اتصاف الموضوع در حالی که امکان اتصاف موضوع به ذالک شیع باشه موضوع که انسان و حیوان است قابلیت اتصاف به بینایی رو داره که بهش میگیم کور است لذا به دیوار که قابلیت اتصاف نداری هیچگاه نمیگیم که دیوار کور است ولو اینکه دیوار نمیبینه اما نمیگیم کور است چون باید موضوع قابلیتی داشته باشه کل اما مانند اما مانند نابینایی فإنه عدم البصر لا مطلقاً چرا که اما و نابینایی و کوری عدم البصر و عدم بینایی است نه مطلق العدم ولکن عن شیء من شأنه ان یکون بصیرا عدمی است که مطلق نیست بلکه عدم از چیزی است که شأنش این است که بصیر باشد یعنی قابلیت بینایی داشته باشه فهو یفتقر الی الموضوع الخاص بنابراین عدم ملکه و خود ملکه چی مفتقر هستند به موضوع خاصی که المستعد للملکه که استعداد قبول ملکه و بینایی را مثلا داشته باشه کما تفتقر الملکه تو الی همونطور که خود ملکه به بینایی باشد نیاز به موضوع داره و لهذا لم امتنع البصر على الحائط لذا از آنجا که محال است بینایی بر دیوار لعدم استعدادهی چون استعداد بینایی را ندارد امتن الاما علیه ممتنع است که چیه کوری را هم به آن نسبت بدهیم بله مگر اینکه از باب اینو تو حاشیه عرض کنیم مگر اینکه از باب عدم قابلیت موضوع باشه مثلا بگیم ملائکه زن ندارند ملائکه ازدواج ندارند چرا چون اصلا از جنس انسان و حیوان نیستند که بخوان ازدواج کنند یا بگیم دیوار که علم نداره نه از باب این که مثلا نرفته درس بخونه و علم حاصل کنه از باب این که اصلا قابلیتش رو نداره از این بابت اگه گفته بشه اشکال خاصی نداره مورد بسیار مهمی که در اینجا به عنوان مثال باید متذکر بود مسئله این متناهی و نامتناهی است متناهی و نامتناهی هم ملکه و عدم ملکه هستند یعنی چیزی که اجزا دارد امتداد دارد قابلیت کم و زیاد داره میگیم مثلا 50 تا 100 تا 1000 تا یا بینهایته ولی ذاتی که اصلا اجزا نداره مثلا ذات باری تعالی اصلا اجزا نداره بخوایم بگیم بینهایته حرف کاملا غلطیه و نکته دیگه که اینجا باز باید متعرض شد این است عدم الملکه حتما نباید تحقق داشته باشه با موضوعش مثلا ما در مورد انسان میگیم انسان بینا انسان کور هر دو موجودن اما گاهی وقتا ممکنه چیه اون طرف عدمش اصلا موجود نباشه مانند همین جایی که عرض کردیم که میگیم متناهی و نامتناهی در واقع از خصوصیات و ملکات و خواست اشیاء دارای اجزا و امتداد و اجسام است لذا باری تعالی اصلا متصف به کوچکی بزرگی متناهی نامتناهی سبکی سنگینی نمیشه مضافن بر اینکه اصلا نامتناهی فی نفسه هم محاله نه انسان کور که محال نیست باشه اما نامتناهی مطلقا موجود نیست مطلقا موضوعی ندارد لذا در ملک و عدم شرط نیست که حتما دو طرفش مثل کور و دینا موجود باشه نه یه طرفش هم موجود نباشه همین که موضوع شعنیتش را داشته باشه برای ما کافیه حالا این مقدارش بستگی به تعریف منطقی داره بحث اصطلاحی خیلی بحث مهمی نیست و مرحوم خاجه و علامه خودشون هم در این کتاب میرسیم جایی که تصریح میکنن که متناهی و نامتناهی از خصوصیات و ملکات اشیاء متجزی است لذا این که فلاسفه ما آمده ان و گفتند خدا بی نهایت است از ریشه غلط و توهم باطل و تخیل نادرستیه چون نامتناهی بودن سعه وجودی است و این مال شیء متجزی است ذاتی که زمان نداره مکان نداره اجزا نداره امتداد نداره چه بگید کوچک چه بگید بزرگ چه بگید محدود چه بگید نامحدود چه بگید متناهی چه بگید نامتناهی چه بگید سبک چه بگید سنگین همه اینا دربارش باطله بله ممکنه کسی اینجوری بگه بگه خدا نهایتی نداره چرا؟ چون که اصلا جسم نیست که بخواد امتداد داشته باشه اما متاسفانه فلاسفه اینجوری نمیگن ممکنه کسی بگه خدا بی نهایته. خدا غیر متناهیه لعنه و لیسه به جسم چون اصلا جسم نیست که بخواد حتما در یک حدی محدود بشود و امتدادش به اونجا ختم بشه از این باب اشکالی نداره ولی فلاسفه با متاسفانه به این معنا هم نمیگن چون میگن خدا بی است و همه جا را پر کرده به گونه ای که شیطان هم یک حسی از وجود خداست خدا جای خالی باقی نذاشته که مثلا یک چیز غیر خدا پیدا بشه دقیقا همون معنای جسمی است که اینها را ما مفصل توی مناظرات و توی کتابها و درسهامون تبین تبیین کردیم و باز هم بهش میرسیم قال و یعخذ الموضوع شخصیا و نوعیا و جنسیا خب ما گفتیم که در ملکه و عدم یک موضوع خاصی میخوایم حالا اون موضوع ممکنه چیه شخص باشه ممکنه نوع باشه ممکنه جنس باشه اقول توضیحش این است که لما فسر عدم الملكه بانه عدم شيء عن موضوع من شأنه ان يكون له وجب علیه ایوبین الموضوع بعد که رسیدیم به اینجا که تفسیر کردن عدم الملکه را به این که نبودن چیزی از موضوع است که اون موضوع من شعنش و قابلیتش و شعنش این است که برایش اون ملکه باشد در اینجا واجب شد بر او که تبیین کند موضوع را چون یه نفر میگه خب موضوع منظورتون چیه؟ موضوع منظورتون نوعیست یا جنسی یا شخصی وقد ناس و قد اختلف الناس و فی ذالک در اینجا مردم اختلاف کردن اهل بحث اختلاف کردن فذهب قوم الی ان ذالک الموضوع موضوع شخصی یه عدی گفتن موضوع موضوع شخصیه فعدم اللحیه عن الامرد عدم ملکة و, و عدمها عن الاثد ليس عدم الملکه گفتهان مثلا موضوع شخصیه اگر یک انسانی که شخصا ریش داره رف ریششو تراشید یا ریشش مثلا سوخت اینجا به این میگیم چی؟ به این میگیم افتاد اینجا به این میگیم که چیه؟ نمیتونیم در این مورد به این بگیم بیریش نمیشه بگیم بیریش مثل اینه که به دیوار گفته باشیم جاهل، علم چون اصلا برای این مثال رو دومرته توضیح بدم ما مورد شخصی مانند انسانی که ریش داره این اگر ریشش رو تراشید یا ریشش مثلا سوخت میتونیم بهش بگیم بیریش ولی اگر یک شخصی اصلا از همون اول کوسه است اصلا ریش در نمیاره به نمیتونیم بگیم بیریش چون اصلا این شعنیت ریش داشتن نداشته که بگیم بیریش پس بیریش فقط در مورد شخصی گفته میشود که ریش دارد الان ریشش رو زده گاهی میایم موضوع رو از شخص چه بیرونش میکنیم میایم نوعیش میکنیم اینجا فرمودن ذهب قومون الا ان ذالک الموضوع موضوع شخصی موضوع شخصیه لذا عدم و لحیه و ریش نداشتن از امرد کسی که هنوز بچه است هنوز مثلا پنج سالشه نمیتونیم بگیم که بیریش مگه قرار بوده ریش داشته باشه بگیم بیریش نمیشه حرف در برش بزنیم بله فعدم عدم اللحیه عن الامرد عدم ملکت و عدم عن الاثد ليس عدم الملکه اما در مورد کسی که کوسه است میتونی حرف بزنیم پس این موضوع و مثال من دومرتبه تبین بکنم موضوع شخصی رو اینجوری تبیین میکنن که ما وقتی که انسان 20 ساله را سی ساله رو در نظر می گیریم شعنیت این را دارد که ریش داشته باشه لذا به یک شخص 20 ساله سی ساله که ریش داره میگیم ریش دار کسی که کوسه است میگیم بدون ریش ولی به بچه ده ساله نه ساله که هنوز شعنیت ریش رو ندارد دیگه معنایی نداره بگیم یه بچه بیریش آمد و قرار نبوده بچه ریش داشته باشه لذا در آنجا بهش اطلاق نمیشه این مورد اول که موضوع شخصی باشه و قوم جعلوه اعم من ذالک یک عده آمده این رو اعم از این قرار دادن به حیث و ید خلوفی هل موضوع نوعی گفتن نه موضوع شخصی کار نداریم نمیخوایم مثل مورد قبلی که شخص از 20 سال به بالا رو مثلا از 15 سال به بالا رو شامل میشد و کودکان را شامل نمیشد. اینجا نوع انسان را ما شعنیت لحاظ می وقتی نوع انسان را ما شعنیت لحاظ بکنیم پس می توانیم حتی به بچه 7 ساله هم بگیم ریش ندارد چرا؟ چون که نوع انسان شعنیت این را داشتند که ریش داشته باشند و در این سن این ریش نداره ولی داخل در نوع انسان هست پس چون شایستگی موضوع را نوعی فرض کرده ایم لذا این مورد هم شامل میشه و قوم جعلو و اعم من ذالک این رو اعم از مورد شخصی قرار دادن به هر صورت خلوفی الموضوع اون نوعی به گونه ای که نوع موضوع درش داخل میشه هر فرقی که داخل در این نوع باشه مانند بچه مثلا 7 ساله ای که داخل در نوع انسان هست ولو شخصا به مرحله 20 نرسیده فعدم اللحیه عن الاثت ایجاب و عدم و عدم ملکت و عدم عن الحیوان لیسه عدم ملکت بنابراین ریش نداشتن برای کسی که کوسه است ایجاب و عدم ملکت میشه چه بگیم؟ ملکه و عدم است ولی عدم و عن الحیوان لیس عدم ملکت ولی نمیتونیم بیایم بگیم مثلا که اسب ریش ندارد خب قرار نبوده اسب ریش داشته باشه چون ما موضوع ریش را نوعی حساب کردیم و نوع انسان صلاحیت ریش داشتن رو دارن ولی اسب اصلا صلاحیت ریش داشتن ندارد لذا گفتنش به اون غلطه عدم و عن الحیوان مثلا از اسب این چیه عدم ملکه است گروه سومی اومدن موضوع توسعه دادن گفتن از شخص رفتیم به نوع از نوع میریم به جنس وقتی که ما میگوییم انسان ریش دارد یا ندارد در واقع در مورد ریش داشتن و داشتن جنس را جنس انسان را که حیوان در نظر میگیریم توسعه در موضوع میدیم و جنس رو کلی در نظر میگیریم بنابراین پس شعنیت ریش داشتن برای مطلق حیوان است که حیوان جنس است برای اون شخص و برای این انسان و نوع بنابراین ما می توانیم حتی به اصل هم بگیم اصل ریش ندارد چرا؟ به خاطر این که موضوع قابل حیوان بود که جنس برای انسان حساب میشه و قوم جعلوه اعم من ذالک به حیث ید الموضوع الجنسی ایزن یک عده آمدن موضوع و مورد قابل این اتصاف و شعنیت را اعم از این گرفتن به گونه ای که داخل می شود در آن موضوع جنسی یعنی جنس انسان را شامل می شود هر چیزی که داخل در جنس انسان باشد ما میتونیم اطلاق اون خصوصیات ملکه و عدم ملکه مخصوصی حتی انسان و شخص هم بکنیم چون جنس رو ما موضوع گرفتیم ولا مشاحه فی ذلک لعدم فایدته. می میفرمان اما این که ما بیاییم بگیم که موضوع باید حتما نوع باشد یا جنس یا شخص میفرمن اینها بحث مهمی نیست و ارزشی نداره و اصراری هم نداریم که تحقیقی بکنیم چون فایده ای نداره که ما بخوایم چیه در این مطلب بحث کنیم البته اصلا جای بحث عقلی و اینها نداره اینو باید به لغت مراجعه کرد ببینید آیا لغت در کجاها این استعمال رو انجام میده در هر جایی که انجام داد از اونجا استکشاف میشه که موضوع چیه شاید منظورش هم همینه که خب بخوایم وارد این بحث بشیم باید بریم به تعبیرات و موارد استعمال عرفی و لغوی مراجعه کنیم و بحث ما بحث های عقلی و ارزشی نداره که در اینجا واردش بشیم و الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،